دومین روز بهمن ماه برابر با 9 فوریه، سال 1027 خورشیدی برابر با 1649 میلادی، سقوط سلطنت در انگلستان به وسیله اولیور کرامول. اولیور کرامول نماینده مجالس عوام و فرمانده ارتشی بود که حامیان پارلمان انگلیس تشکیل داده بودند تا به عنوان اعتراض به استبداد چارلز اول پادشاه این کشور به مقابله با وی بپردازند. ارتش چارلز اول در رویارویی با نیروهای مجلس شکست خورد و خود شاه به حکم مجلس گردن زده شد. با شکست سلطنت طلبان، مجلس انگلیس نظام پادشاهی را لغو و حکومت موقت پارلمانی را جایگزین آن کرد و کرامول را به عنوان نگهبان پارلمان انگلستان برگزید. با این حال کرامول که به حمایت از اقتدار مجلس قیام کرده بود، با دستیابی به قدرت پارلمان قبلی را منحل ساخت و با عنوان فرمانروای نگهبان تا زمان مرگ به حکومت مقتدرانه خود ادامه داد. کرامول در مدت حدود 9 سال حکومتش جنگ‌های زیادی کرد که فجیع‌ترین آنها حمله به ایرلند و کشتار گسترده مردم این سرزمین به خاطر مخالفت با او بود. کرامول سرانجام درگذشت و پسرش جانشین او شد، اما وی نیز پس از 8 ماه حکومت به خاطر بیکفایتی و فشار سران ارتش مجبور به استعفا گردید و بار دیگر نظام سلطنتی در انگلستان احیا شد. سال 1291 خورشیدی برابر با 1913 میلادی، واگذاری امتیاز خط آهن بندر خرمشهر خرم‌آباد به انگلستان. دولت انگلستان که به راه‌های ارتباطی مطمئن و امن در جنوب ایران نیاز ضروری داشت تا به وسیله آن تجارت بازرگانان انگلیسی و منافع حیاتی آن کشور را تضمین و حفظ کند، در این تاریخ موفق به اخذ امتیاز احداث راه‌آهن خرمشهر به خرم‌آباد و بروجرد شد. این امتیاز 3 روز پس از امتیاز مشابهی بود که از جانب دولت ایران به روسیه واگذار گردید. سال 1375 خورشیدی برابر با 1997 میلادی، درگذشت استاد ابوالفتوح عربزاده، مشهور به رسام، پدر فرش نو ایران که در تبریز به دنیا آمد و از کودکی با طرح‌ها و رنگ‌ها آشنا شد و این هنر را از پدر فرا گرفت و وی در تبریز نقاشی و طراحی روی فرش و در تهران نقاشی و طراحی بر روی کاشی را دنبال کرد. او علاوه بر این به هنرهای دیگری چون موسیقی، نمایشنامه، مجسمه‌سازی، خطاطی، نقاشی رنگ و روغن علاقه داشت. رسام عربزاده با اهدای 66 قطعه فرش نفیس از مجموعه دست بافته‌های خود، پایه‌های اولیه تشکیل نهادی تحت عنوان بنیاد فرهنگی و هنری فرش رسام عربزاده را با همکاری شهرداری تهران ایجاد کرد. قفس رنگ‌ها، خم معرفت، ساحل خیال و فتح سومنات از آثار طراحی فرش اوست. وی سرانجام بر اثر ایست قلبی درگذشت.